در آستانه 25 ماه شوال، سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، حرم ائمه اطهرالهم السلام به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام سیاه‌پوش شده و حال و هوای حرم‌های ائمه سرشار از حزن و اندوه شدند. در همین راستا همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام با نصب پارچه‌های مشکی عزا سیاه‌پوش شدند. از سوی دیگر به همین مناسبت پرچم بارگاه منور علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز به رنگ سیاه درآمد و ذریح مطهر امام رضا علیه السلام سیاه‌پوش شد. در همین حال شبستان و صحنه حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نیز با نصب کتیبه‌های عزا سیاه‌پوش شد. هزاران مسلمان در ایالت کرالا در هند تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند و مردم را به اعتراض علیه هندوتوها و اسلام حراسی دعوت کردند. در این تجمع هزاران مسلمان از جنوب کرالا گرد هم آمدند تا نگرانی‌های خود را در مورد مسائلی که در حال حاضر بر جامعه مسلمان هند تأثیر می‌گذارد ابراز کنند. آنها بر لزوم وحدت میان مسلمانان و سایر جوامع حاشیه نشین برای مبارزه با این مسائل تأکید کردند. شایان ذکر است در این تظاهرات شرکت کنندگان شعارهای علیه هندوتوها سر دادند و خواستار حمایت از حقوق بزرگترین اقلیت مذهبی در هند شدند. بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری جدید وارد شهر کابل شده و این دومین محموله نقدی است که کابل در 4 روز گذشته دریافت می‌کند. بانک مرکزی افغانستان از دریافت این کمک در چارچوب کمک‌های نقدی بشردوستانه سازمان ملل استقبال کرده و خواستار همکاری هرچه بیشتر در سراسر حوزه‌ها با جامعه بین‌المللی شد. برخی از سیاستمداران افغانستانی از سازمان ملل از بابت تحویل مداوم کمک‌های نقدی به دولت طالبان و کمک به این گروه در تأمین مالی حکومت خود انتقاد کردند. هیئت کمکی سازمان ملل در افغانستان یوناما پیش از این تصریح کرده بود که پول‌های نقد منتقل شده به افغانستان در حساب‌های سازمان ملل در یک بانک خصوصی واریز شدند و توسط نهادهای سازمان ملل صرفاً برای کمک‌های بشردوستانه و دیگر برنامه‌های حمایتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بر طبق بیانیه این هیئت این پول تحویل طالبان نخواهد شد. واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از خنثی‌سازی تلاش گروه تروریستی برای نفوذ به منطقه النمرود در استان نینوای این کشور خبر دادند. واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یگان‌های دستگاه اطلاعاتی ملی عراق با هماهنگی واحد‌های از ارتش و نیروی هشت شبی توانستند اقدام یک گروه تروریستی برای نفوذ به منطقه النمرود در استان نینوا را ناکام بگذارند. در این بیانیه آمده است عملیات مذکور بر اساس اسناد اطلاعاتی موثق و انجام کمین‌های دقیق با پشتیبانی فنی و پس از رصد و تعقیب این گروه تروریستی انجام گرفت که پس از تحرکات این گروه و اقدام به فرار مورد هدف قرار گرفته و یکی از اعضای این گروه تروریستی کشته شد. عناصر باقی مانده ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. انور العلوی که از سال 2017 دستگیر شد، سومین کشته در منطقه شیعه نشین شرقی عربستان از آغاز سال 2023 است. مقامات سعودی در ماه مارس حیدر طحیفه زندانی عقیدتی جمال را اعدام کردند و اخیراً در ابتدای ماه جاری وزارت کشور عربستان از اعدام زندانی عقیدتی منهال آل ربه خبر داد. کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در گزارشی نوشت اعدام انور العلوی جوان شیعه عربستانی برای همگان شوکه کننده بود. نه خانواده او از حکم اعدام مطلع شده بودند و نه نامش توسط نهادهای حقوق بشری در میان اسامی زندانیان عقیدتی که تهدید به اعدام شده بودند ذکر شد.
مقامات سعودی در ماه مارس حیدر طحیفه زندانی عقیدتی جمال را اعدام کردند و اخیراً در ابتدای ماه جاری وزارت کشور عربستان از اعدام زندانی عقیدتی منهال آلربه خبر داد. با این حال انور در این لیست نبود، به این معنی که اعدام او هرگز انتظار نمی رفت. بنابراین این خبر تکان دهنده بود و مفاهیم خطرناکی داشت. در همین راستا کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان از مقامات سعودی خواست اعلام اسامی بازداشت شدگانی که به زور نگه داشته را اعلام کنند. دفتر آیت الله لزمه سید صادق حسین شیرازی دامزه‌لوح در شهر بصره در جنوب عراق میزبان برگزاری یک سمینار فکری با حضور ده‌ها تن از پژوهشگران، علما، خطبا، طلاب و فعالان در این حوزه بود. گفتنی است این سمینار فکری که مخصوص تبلیغ دین بوده با شعار منبر آزاد، اخلاق، شجاعت و از خودگذشتگی رسالت پیامبران اولیاء الهی برگزار شد. شایان ذکر است سخنران اصلی این سمینار شیخ نزار الحسن مدیر دفتر آیت الله لزمه شیرازی در بصره بود. وی در سخنرانی خود اعلام کرد این سمینار در راستای سخنان آیت الله لزمه شیرازی دامزه‌لوح مبنی بر اهمیت تبلیغ دین برگزار شد. دانشمندان چینی ربات منحصر به فرد و ریزی را طراحی کردند که می تواند به شکلی مؤثر و دقیق درون جریان خون شنا کند و داروها را به خصوص در درمان سرطان به اندامهای مد نظر برساند. گفتنی است ظاهر این ربات با الهام از سلولهای بدن و تاردیگریدها جان سخت‌ترین موجودات روی زمین ساخته شده است. پوست این ربات از سه لایه تشکیل شده است: یک لایه مغناطیسی داخلی که انرژی تولید می کند، یک لایه ژلی میانی که رسانه‌ای را فراهم می آورد و یک قشای بیرونی که مانند سلول‌های بدن زیست سازگار است و اصطکاک را کاهش می دهد. ساختار چنگالی با الهام از خرس‌های آبی ساخته شده که با کمک همین چنگال می توانند روی خزه ها حرکت کنند. این چنگال ها می توانند عمل کردی شبیه به چرخ‌های تانک داشته و اجازه دهند تا ربات با کمترین فشار در داخل رگ‌ها جابجا شود.